رفتم اولادش و برادراش و همه رو فرستاد رفتم، اما یک جا ندارید آقای امام حسین اظهار عجز کرده باشه. روایت داریم دشمنانشون روایت کردن که هرچه به شهادت ایشون نزدیک میشد چهره برافروخته تر میشد، آماده تر میشد. نهایت همش فرمود الهی رضن به قضائک تسلیمن لامرک لا محبوب سواک یا قیاف المستقیس. همه چیزشو داده، حالا خدا همه چیزشو میده. اگر برای گریه کنه امام حسین همه رو بخشیده، هر کی وابسته به امام حسین میشه بخشیده میشه، هر کی تو خیمه امام حسین میاد عوض میشه. زهیر عثمانی بود یه لحظه اومد تو خیمه امام حسین عوض شد رفت. حالا ما اومدیم تو خیمه امام حسین چیکار؟ ما اومدیم بگیم ما میخوایم حسینی بشیم، اومدیم اینجا رنگ بگیریم، سبقت الله بشیم، رنگ خدایی بگیریم، رنگ حسینی بگیریم بریم. امام حسین اوج بندگی رو گرفته، ما اومدیم اینجا رنگ بندگی رو بگیریم، رنگ امام حسین رو بگیریم برگردیم. 13 ساله ما اومده این امام حضرت قاسم بشه برگرده، جوان ما اومده مثل علی اکبر بشه برگرده، پیر ما اومده مثل مسلم ابن اوسجه بشه برگرده، دخترای ما اومدن مثل حضرت سکینه بشن برگردن، زنهای ما اومدن مثل حضرت رباب بشن برگردن، بعضیشون اومدن مثل حضرت زینب بشن برگردن. اگر قرار بشه اینطوری نشن که بی خودی نمی راه اومدیم بلند شدیم اینجا جمع شدیم که چی؟ ما اومدیم اینجا بگیم ما جز این عزاداران امام حسینیم. آقا امام حسین یه نظرم به ما بکن، ما برگردیم. زینب کبرا یه نگاهی به خانمهای ما بکن عوض بشن. اونایی که با معرفتم، چون همه بحث اینه گریه برای امام حسین، زیارت امام حسین، عزاداری برای امام حسین، سیره زدن برای امام حسین به ظاهر نیست. اون چهره درونی رو میخوام. خالص هستیم یا نیستیم؟ با معرفت هستیم یا نیستیم؟ هرچی رو از ما میخوان میگن با معرفت، گریه با معرفت، زیارت با معرفت، سینه‌زنی با معرفت، عزاداری با معرفت. امام حسین رو بشناسیم. و الا اینکه بیام شب تا صبح، صبح تا شب بزنیم تو سرمون، تو سینه بزنیم که امام حسین سرش رو بریدن و سر نیزه قرار دادن و شهر به شهر گردوندن، حضرت عباس و دستاش رو قطع کردن، علی اکبر اربن اربا شد، حضرت علی اصغر گلوش بریده شد، اصحاب چجوری شدن، این چیزا برای حضرت مهم نیست. اون چی که مهمه باید هدفش رو بدونیم که انشاءالله فردا ظهر اگر خدا به من توفیق داد هدف مولامون حضرت حسین رو هم بیان خواهم کرد. اما یه داستان عرض کنم. گفتن در زمان آباقر بهبانی، یعنی اوائل دوران قاجار، حدود 300 سال پیش، یه بنده خدای مسافرت کرد اومد فرانسه. از فرانسه خوشش اومد اونجا وایساد و کاسبی رو راه انداخت، کاراشو برد جلو، بعضش خوب شد، با یک خانم فرانسوی ازدواج کرد. چند سالی گذشت، یه روزی دید تمام غم‌ها تو دلش از مغازش که برگشت، اومد تو خونه خانمش گفت چی شده؟
خونده بود. با کاسبی نکردی؟ گفت کاسبی هم نکرد. با کسی دعوت شده؟ نه. خبر بدی از ایران رسیده؟ نه. یه دفعه به خودش اومد گفت من سالهاست خبر ندارم تاریخ چه موقع است. یه کاغذ قلم بیار. خانمش این کاغذ قلم رو حساب کرد از زمانی که اومده اونجا چه وضعیتی. یه دفعه زد تو سرش. گفت چی شده؟ گفت امشب شب عاشورای حسین ماست. گفت حسین کیه؟ گفت امام سوم ماست. گفت برای من تعریف و نامشو که اووردی غم عالم اومده تو دلم چیه؟ شروع کرد داستان حضرت حسین رو برای خانومش گفتن. این زن و شوهر با هم شروع کردن گریه کردن. اون شب خوب عزاداری کردن برای امام حسین. این خانم گفت منو با دینت آشنا کن، من میخوام دین تو رو به دست بیارم. دین اسلام رو پذیرفت، شیعه شد. مدتی گذشت، بعد این خانم مریض شد. دکترهای فرانسوی جوابش کرد. در حال احتضار بود به شوهرش گفت آقات اومد سراغ من، اما منو مباد رو اینجا دفن کنی، منو ببر کربلا دفن. میگه خیلی خرج کردم، خانومم از دنیا رفت، برش داشتم بردم کربلا، اومدم خدمت آقا باقر بهبهانی، گفتم آقا این طلاهای خانوم منه، شما خرجش کنید. اما خانوم من چه وضعیتی داره؟ بنویسم آقا باقر بهبهانی فرمود من دیشب خواب ایشون رو دیدم، آقا امام حسین دستگیری کرده. یه گریه یه برای امام حسین اونم نمیشناخته. یه خورده داستان کربلا رو براش گفتن، گریه کرده امام حسین دستشو گرفته. ما چیکاره این؟ یه دونه غلام امام حسین اومد با زور اجازه گرفت رفت میدان. وقتی هم که افتاد رو زمین چشماشو بسته بود، به خودش گفت مبادا توقع داشته باشی آقاد بیاد. تو سیاهی، تو بوی بد ازت متصاعده. اما یه وقتی یکی سرشو به دامن گرفته، چشمشو باز کرد، دید آقا اومده. آقا جونم ممنونتم، لطف کردی. آقا به این اکتفا نکرد، خیلی آقا متواضعه. همون کاری که با علی اکبرش کرد، خم شد و وضع اخد دهو علا خد صورت به صورت غلامش گذاشت. بعد هم دستشو بلند کرد، اللهم بیز وجهه و طیب ریحه، خدای روی اون رو سفید کن، بوی اون رو خوش کن. اما امشب بریم کربلا ببینیم چه خبره. آی کربلایی ها، آقا چند لحظه ای خوابشون برده بود. یه وقت بیبی زینب اومدن تو خیمه، داداش کنن سر و صدا دونه میاد، لشکر داره به سمت ما میاد. آقا فرمودن عباس هم برو ببین اینا چه مقصدی دارن. رفت و برگشت با آقا، اینا میگن یه نامه از امیر اومده، یا باید بیعت کنی یا جنگ آغاز بشه. آقا فرمود عباس جونم برو امشب رو اجازه بگیر، مهلت بگیر. آخه من خیلی دوست دارم با خدا و خودم راز و نیاز دارم. آقای اون روز بزرگ به وجود نمیاد مگر با شبه های بزرگ. روایت داریم امشب تا صبح این زنبورهایی که توی رونشون بودن این صدا و یه زمزمه قرآن لشکر امام حسین می اومدد توی این خیمه ها. امشب رو آقا مهلت گرفته که با خدا راز و نیاز کنه، نماز بخونه. امام حسین برای نماز شهید شده، مبادا
ما عزاداریه که مستحب بیایم اما خدا اینه کرده نمازمون قضا بشه. امام حسین نه کشته یه گریه که کشته یه نماز. امشب رو اجازه گرفتن آقای امام حسین همه یه اصحاب رو دعوت کرد تو خیمه، چراغ رو هم کشید پایین، که من بیعتم از رو شما برداشتم برید. تو منزل زباله خیلی ها رفته بودن اما امشب کسی نبود، بلکه یه سری اومدن از لشکر عمر سعد 32 نفر می‌نویسن که اومدن به لشکر امام حسین پیوست. آقا چراغ رو که کشید بالا دید یه عده‌ای بر نشستن، یه عده‌ای اون طرف نشستن، یه عده‌ای اون طرف. یک یک رو صدا کرد، عباس برای شو تو هم دست برادرات رو بگید برو، بچه های عقیل یه شهادت مسلم برای شما کفایت میکنه برید. یکی که اصحاب صدا زد که بلند شید دست بچه های من رو بگیرید برید، اینا جز با من با کسی دیگه این کار من. اول کسی که بلند شد آقا حضرت عباس بود. آقا کجا بریم؟ اگر بریم جواب مادرت فاطمه رو چی بریم؟ به ما نمیگن شما برادرتون رو رها کردید؟ رفتید؟ هر کدوم از اصحاب شروع کردن حرف زدن. زهیر میگه که آقا اگر من رو بکشن دوباره زنده میشم، دوباره بکشن دوباره تا هزار مرتبه من رو بکشن زنده میشم، من دو به شما میگردم که شما زنده بشید. هر کدوم از اصحاب حرف زدن آفرمود پس بدانید فردا جنگ خواهد شد و همه شما شهید خواهید شد. یه بچه از اون پشترش رو بلند کرد، اما من هم شهید میشم. عزیز دلم مرگ برای تو چیه؟ یا اما احلا من الاسد، شیرین تر از اسد. خب بله عزیزم، تو هم شهید میشی وقتی که گرفتار بلیه ای دردناک میشی. لا اله الا الله. همه رفتن تو خیمه بنی هاشم با هم دیگه حرف میزدن. آقا حضرت علی اکبر میگو فردا من اول میرم، جان خودم رو فدای بابام میکنم. آقا حضرت عباس میفرمود من اول میرم. تو خیمه اصحاب میگفتن ماها اجازه نخواهیم داد بنی هاشم برن تا ماها یکی یکی شده بشه. اما تو خیمه آقا امام حسین آقا شروع کرد یه شعری رو زمزمه کردن. یا دهر افن لکه من خلیل کم لکه بالاشراق والاسیر. شروع کرد این شعرها رو خوندن. آقای امام سجاد میفرمایید من فهمیدم که دیگه زمانی رسیده که مرگ میاد سراغ آقا، اما من خودمو نگه داشتم. اما عمه هم زینب طاقت نیومد، اومد گریبان چاک زد، سر به صورتش میزد. داداش کنم خودت آماده مرگ؟ ما چه کنیم تو بین دشمنان؟ با این زن و بچه چی کار کنیم؟ آقا امام حسین جمله ای فرمودن، فرمودن زینبم حلم تو رو شیطان نبرد. جدم پیغمبر از من بهتر بود از دنیا رفت، بابام علی از من بهتر بود از دنیا رفت، مادرم فاطمه از من بهتر بود از دنیا رفت، برادرم امام مجتبی از من بهتر بود از دنیا رفت. همه میمیرن، ملائکه آسمان باقی نمیمونن، من هم خواهم رفت. اما بی بی زینب فرمود که داداشونم الانه که جدم پیغمبر رو دارم از دست میدم،
الان که مرگ مادرم رو احساس میکنم، الان فرش شکافته بابام رو میبینم، الان که جگر پاره پاره برادرم امام مصطفی رو میبینم، چون هر کدوم اینا رو که از دست دادم گفتم خدا سایه حسین هستم کم نکن. اما حالا تو این حرفا رو بیاریم بریم کربلا، بیاریم بریم خیمه ها، اونجا عرض ادب کنیم با امام حسین، هم ناله و هم زبون بشیم. خدا کند نرود امشب و سحر نشود که روز ما ز شب تا تیره تر نشود، پس اینجا پس اینجا پس اینجا خوش از ظلمت امشب بگو سر نشود حسین.